Hello everyone. آقا تو این ویدیو قرار 4 تا از فوق حرفه‌ای ترین دیکشنری ها رو بهتون معرفی کنم که دیگه نرید تو گوگل ترنسلیت بزنید، برید تو اینا بزنید و کلی اصطلاحات دیگه هم یاد بگیرید. با ما همراه باشین. Here we go. Guys, welcome to episode of introducing dictionary. خب اولا که بگم بهتون، این دوتا دیکشنری بالا، این لانگمن، این آیکون لانگمنه، این آیکون بلودیکته، که این دوتای بالا انگلیش تو انگلیش هن، یعنی انگلیسی به انگلیسی، و این دوتای پایین حالا فستی که فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی هم هست و تحلیلگران هم که آیکونش زرده اینجا میبینی، اونم حالا معنی انگلیسی رو براتون قرار داده. خب اول بریم از فارسی انگلیسی ها شروع کنیم. خب اولا که لانگمن خب خیلی فریز داره، خیلی چیز جذاب داره. اینو بهتون بگم که حالا تحلیلگران یکم شبیه لانگمنه، ولی خب با این تفاوت که فارسی، به معنی فارسی کلمه هم گفته. حالا بریم ببینیم با هم دیگه. خب الان ما وارد تحلیلگران شدیم. خب من بیزینس رو نوشتم اینجا. خب الان کلیک میکنم، حالا همونطور که میبینید الان چقدرم فریز در رابطه با بیزینس اینجا اومده که رو هر کدوم کلیک کنید معنای جداگانه داره و همینجور همین شکلی میتونید شما کالوکیشن های بیزینس رو پیدا کنید و ببینید یا اصلا بیزینس با چه لغاتی میاد، با چه فریز هایی، با چه ورب هایی میاد و کلا معنیاش چجوریه. خب بریم که اول رو خود بیزینس. خب همونطور که میبینید الان معنیش رو برامون نوشته اینجا و اینکه خب شما بزنید روی ترانسلیشن، شاید معنیش رو هم اینجا فارسی آورده براتون، هم اینجا انگلیسی براتون آورده همونطور که میبینید. خب سینونیماش رو براتون گذاشته اینجا، تو که میبینید اینجا سینونیماش هم هست، ترید، بارگینینگ، این چیز، و اینجا هم یه دفینیشن، یعنی یه تعریف آورده ازشون. و بیزینس و حالا معنی های مختلفی که حالا توی جمله میتونه داشته باشه رو بررسی کرده و به عالی تر از اون که اومده نگاه کنید براتون مثال گذاشته اینطوری. این آبی ها مثاله. و نگاه کنید مثلا الان اولین معنیش buying or selling goods or services. الان نگاه کنید مثلا خرید و فروش کالا یا حالا سرویس و اینا که اگه این معنی رو بده میشه uncountable، غیر قابل شمارش، همونطوری که اینجا میبینید نوشته uncountable. بهتر از اون این که اومده توی این قسمت آبی براتون مثالش رو نوشته و این خیلی فوق‌العاده است. و یه معنی دیگه مثلا اینجا میتونه داشته باشه کمپانی که باز countable هم هست، قابل شمارش. اگه این معنی رو توی جمله‌مون داد پس قابل شمارشه. ببینید همه این باز حالا اومده، حالا اگه مثلا فلان معنی رو داشته باشه countable، uncountable، اصلا شما میتونید مثلا بگید business is good، بعد مثلا با drum up میاد، مثلا این اصلا با چه فعلایی میاد، به چه صورت، فریزاش به چه صورت، مثلا biz اینجا useful، business contracts خب خیلی کامل و جامع براتون توضیح داده به نظرم. الان 7 تا معنی، مثلا 10 تا معنی، الان 7 تا دفینیشن براتون آورده و کامل با فریزاشون و به نظرم یکی از کاربردترین دیکشنری ها هست. اینجا باز کالوکیشن هاش آورده که مثلا بیزنس اصلا با چی میاد، با چه لغاتی میاد، چه فریز هایی براش هست. مثلا اینجا work in، بعد اینجا اومده she works in،
the computer business. یعنی کار کردن در مثلا ورک با این میاد برای اینکه ما بخوایم بیزینس رو بگیم، درس و بیزینس بگیم. الان مثلا شما توی IS speaking اگه بخواید درس و بیزینس بگید، همه اینا رو میتونید بخونید و مثالاشون رو درس با خودتون بزنید و کامل دیگه اصلا بدونید بیزینس اصلا درس با چی هست و کلا یه حسابی کالوکیشن تو ذهنتون باشه. و اینجا نکن adjective های خیلی خوب و کاربردی براشون آورده، مثلا فعلایی که اینجا فریزال ورب هایی که اینجا میشه استفاده کرد، مثلا همون work in، build up، take over، اینا خیلی راحت میتونید نمره بیارید با اینا. و یه نکته خیلی جالبتر اینه که بیزنس و اشتباهات متداولش رو آورده. مثلا اینجا نگاه کنید، my father is now in Paris on his business. اینجا گفته his رو نباید استفاده کنید، باید بگید on business. همونطور که مشخص و خیلی چیزای جذابتر دیگه که باید حواستون جمع باشه، که به نظرم هر لغتی که میخونید اینطوری بشینید. مثلا اینجا corporation، مثلا جاینت، مثلا مولتی نشنال. و وقتی از بیزنس صحبت میشه شما خیلی حرف دارید برای گفتن به نظرم. و این از این بود. و همطور که گفتم الان باز هم این سمت هم حالا توضیحاتشو براتون آورده، فلش کارت داره و حتی خب معنی فارسیشو همه چیش هم براتون گذاشته. خب این از تحلیلگران. حالا بریم سراغ لانگمن. لانگمن خیلی کاربردیه. و اینکه همونطور که میبینید انگلیش تو انگلیش، آیکونش هم همین شکلیه. بریم تو لانگمن. خب الان من میگم میزنم بیزنس، ساری تبلیغم بینش خیلی زیاد میاد. آره مثلا اینجا بیزنس نکنید، من اصلا بیزنس رو هنوز کامل ننوشتم، ولی نگاه کنید این زیر چقدر چیزی مرتبط با بیزنس داره میاد. بیزنس فایننس، بیزنس این، بیزنس کامبینیشن، واه خیلی چیزا داره میاد. و شما هر کدوم دوست داشتید و میتونید تو هر کدوم برید و معنی های متفاوت، اونم کالوکیشن های متفاوتش رو ببینید. تاپیکاش خیلی جذابه. جو گفته در تو بیزینس، بیزینس بیسیکس، بیزینس، یعنی هر مثلا کلمه که شما میزنید تاپیکش رو براتون، تاپیک مرتبط، ریلیتد تاپیکس، تاپیک های مرتبطش رو براتون میزنه. بیزینس منیجمنت و حالا درجه مهم بودنش رو براتون نویسه و اینکه حالا شما روش بزنید براتون میخونه. و اینکه همه جوره دیگه همه چی رو بهتون میگه. اینجا هم خب نگاه کنید اشتباه متداولش رو گفته مثلا نگید for business، نگید for the business، بعد the نباید استفاده کنید. و اینکه حالا باز معنی های مختلفش رو کامل اینجا آورده، مثال گذاشته، countable uncountableش رو گفته. اگه خیلی مهم مثلا اینجا گفته singular، مثلا این چیزی مهمش رو کامل دیگه هرچی بوده براتون آورده. و مهمتر از اون نگاه کن چقدر phrase و collocation اینجا هست. از 8 تا 22 رو نگاه کنید، چقدر مثلا بیزنس از بیزنس، بیزنس از یوزوال، مثلا خیلی چیزه که هر کدوم هم روشون بزنی نه البته آره دیگه درتون میاره. خب من دیگه کام زیاد وارد نمیشم این بیرون. خب نکنید الان من زدم روی این go about your business. باز نگاه کنید اینجا هم چقدر example آورده، example های حرفه‌ای آورده. کجا بودیم دیگه؟ خب این از لانگمن. خب حالا میریم گفتیم که
انگلیش تو انگلیش دیگه هم هست که اونم خیلی کاربردیه، ولی خب من بیشتر این دوتای اول رو بهتون پیشنهاد میکنم، چون دیگه از شیر مرد و جون آدم میزاد، یعنی هرچی در رابطه با اون کلمه این که شما میزنید و براتون رو برده. این بلو دیکته. حالا شما بر پرفریز کردن میتونید ازش استفاده کنید، چون حالا سینونیم های خوبی براتون میاره. مثلا اینجا من همون بیزنس رو میزنم. و اینکه و یه نکته دیگه، هر کلمه که یاد میگیرید حتما اون چیزش رو تو ذهنتون باشه، این چیه، تلفظش همش تو ذهنتون باشه، چون خیلی مهمه که اون کلمه رو با تلفظ یاد بگیرید. مثلا اینجا انگلیش تو انگلیشش رو گفته، نونش رو گفته، ادجکتیوش رو گفته، ترید مثلا. مثلا اینجا اومده سینونیم و انتونیمش رو گفته، این هم خیلی خوبه. و در نهایت حالا فریز های مرتبط باهاش اگزمپل رو برده، و اینم به نظرم بر پرفریز خیلی میتونید استفاده کنید. خب و یه قابلیتی دیگه همه یه دیکشنری دارن، اگه روی این آیکون این بالا کنار این ستاره این وسطی بزنید، مثلا شما خودتون تلفظ کنید کلمه رو، میاره براتون. مثلا اینجا بزنس، اگه بیاره یه شما بزنید روش، خودش میاره براتون. بلند بگید. خب یه ذره اینترنت ما مشکل داره. خب و در نهایت بریم سراغ فستیک هم فارسی به انگلیسیه، هم انگلیسی به فارسیه. و اینکه حالا نکته که جذابی که داره، حالا مثال های خیلی خوب می نویسه، کالکیشن، فریزال، ورب ها. مثلا همطور که الان من بیزنس رو زدم، تمام مترادف ها و متضاد ها رو براتون میاره، نگاه کنید به این صورته. و ایدیمی در رابطه با اون بزنس باشه، میاره همه رو. و اونطور که میبینید چقدر ایدیم در تو بزنس هست، که حالا شما میتونید توی اسپیکینگ آیلتس اگه پارت دو در رابطه با بزنس بود، خیلی حرف بر گفتن دارید. و همینطور باز چقدر کالوکیشن، چه کلی کالوکیشن میتونید پیدا کنید. و حالا که همه چی بهتون میگه، و اینجا کلی هم نمونه و مثال و حالا معنی مختلفش براتون مثال زده. خب اینجا هم که میتونید حالا این ستاره رو فعال کنید، و حالا میره توی پوشه ای که کلمات مهمتون توش هست باز. و یه حالا کاربرد خیلی جذابی که داره اینه که هم تلفظ بریتیش داره، هم تلفظ امریکن داره، و این خیلی به نظرم برای کلمات گیر و دو تلفظ خیلی مهمه، چون اگه شما امریکن، لهجه امریکن داشته باشید، خب قطعا بقیه لهجهتون هم باید امریکن باشه. اگه بریتیش بگید، کل لهجهتون باید بریتیش باشه، با هم نمیشه استفادهش میکرد، باید کلا یه لهجه داشته باشید، یا بریتیش یا امریکن. خب اینجا هم امیدوارم که خیلی براتون مفید بوده باشه. هر سال داشتید من در خدمتتون هستم. اگه اولین بار این ویدیو رو میبینید، ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای کاربردی تر هم براتون بیاد. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. موفق باشید. بای بای.